رادیو همراه. بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. من تشکر میکنم از وقتی که به من دادین. من 48 سالم هستم. نزدیک 6 ساله که با همسرم که 6 سال از من بزرگتر ازدواج کردم. فرمود چند سالتونه؟ نفهمیدم چند سالتون عزیز. 48. 48. همسرتون 54 هم؟ بله. 6 سال قبل ازدواج کردید؟ ازدواج اول هر دوی شماست؟ من ازدواج اولم بود، ولی همسرم ازدواج قبلی داشتن که یه دختر 24 ساله از اون ازدواج دارن. اون وقت شما چطور تا 42 سالگی ازدواج نکرده بودید؟ من خواستگار نداشتم آقای دکتر. یعنی چی خواستگار؟ آقای دکتر، کسایی که منو انتخاب میکردن من اونا رو نمیپسندیدم و افرادی که من میپسندیدم اونا منو نمیپسندیدن. یعنی چی؟ مثل اینکه من برگردم بگم من یه دونه ماشین ندارم چون این ماشین ها رو که من میخواستم با اون قیمتی که من میخواستم نمیدم، لباس خوبی هم ندارم برای اون. عزیز، ما وسط همینی که داریم باید انتخاب کنیم، من میپسندم و تو نمیپسندی، مگر این بازی ها میشه در رو؟ بله، البته آقای دکتر، علاوه بر همه این چیز که گفتم، من بلوغ خیلی دیرستی داشتم، بعد آدم بسیار خجالتی بودم، از جنس مخالف فراری بودم به شدت، و حالا سوای مشکلاتی که توی خانواده داشتم و همه چیزایی که بود باعث میشد که خیلی سختگیر باشم تو این زمینه و خیلی دیر اصلا تمایل داشته باشم به اینکه بخوام ازدواج کنم. خب چرا نرفتی دکتر که کمک بگیری؟ راستش بخواید من زمانی که ایران بودم خیلی جلسه های مشاوره رفتم، البته نه با این هدفی این مشکل رو برای من حل کنن، برای اینکه اون زمان خودم اصرار داشتم که در واقع یه جوری دور بمونم از ازدواج و زندگی مشترکی، حالت یه ترس و وحشتی از این قضیه داشتم. من میگم چرا برای رفع خجالتتون و ترس و وحشتتون که میدونستید غیر واقعیه، هر کی دور برتون نگاه میکنی غیر از اینه، پرو دکتر برای این خاطر نرفت؟ برای این رفتم. حالا نمیگم اصلا تغییری نکرد، اصلا بحث اون نیست. یعنی چطور عزیز من؟ اولا شما رو بلنگو اگر هستید لطفا برش دارید. نه خودت، من رو بلنگو نیستم. نه ببینید، شما تکلیف من رو روشن کنید. آدم بدون حالش رفتارش غیر عادیه، کاملا غیر، اصلا مانند هیچ کس دیگه نیست، بلکه شما از دیگران میشنوید. ولی با وجود این نره دکتر که بگه من این مشکلات رو دارم که کمکش کنن. چطور کمکت نمیشن بکنن؟ چطور نمیتونستن کمکتون کنن برای رفع خجالتتون، برای اینکه ارتباط و ازدواج ترس نداره؟ چرا نتونستن کمک کنن؟ ببینید، من نمیدونم که دقیقا راه درستی رو رفتم یا نه، ولی بارها حتی اینو ازشون شنیدم که مشکلی نداری، در صورتی که من خودم حداقل میدونستم که بیش از اندازه خجالتیم و حتی دور و بریام هم تا حد زیادی اینو میدونستم. یعنی من گاهی اوقات از شدت خجالت احساس میکردم که مثلا نفس نمیتونم بکشم، یعنی کاملا فلج میشدم. صبر کنید، شما میدونستی از خجالت نمیتونستید حتی نفس بکشید، فلج میشه، دوربری نمیستن، اون روان نشناس نمیدونست که میگفت شما اشکالی نداری؟ ببینید، من هیچ وقت نرفتم مثلا به دکتر بگم که من از شدت خجالت مثلا به این حال میفتم. حالا این بیشتر تو نوجوانی من بود، باز من زمانی که پیش مشاور میرفتم بعد از این بود که وارد دانشگاه شدم، ولی اون زمان من حتی مثلا از دکتر خواستم که به من دارو بده و من گفتم که اصلا در وضعیتی نیستی که بخوای دارو بگیری. ولی بعد از اونم بعد از چند سال من دیگه خودم من کی گفتم شما اگر این مسائل رو به هر روانشناسی بگید 90% شما که شما دارو نمیخواد، به دارو چه ارتباطی داره؟ نه، منظورم اینه که من خودم انقدر فکر میکردم حالم بده که فکر میکردم مثلا من از پسش بر نمیام و باید بهم دارو بدن. شما تعیین کننده و تشخیص دهنده نبودید. مثل که من بگم من رفتم پلو دکتر، فکر کردم دکتر باید به من سوزن بزنه. من چی کاره هم آخه؟ و او گفت سوزن احتیاج نیست. حالا برای که من خواهد من وقتا نفر برای روان پزشکی روان شناسی داره ها تو وضعه های دیگه هم خودم تشخیص میدادم و
نظر میدادم متاسفانه. شما چی خوندید؟ رشته تحصیلی و شغلتون کارتون چیه؟ من تو ایران کامپیوتر خوندم، اینجا حمل و نقل. بخصوصتون از حمل و نقل یعنی چی؟ ترانسپورتیشن. یعنی چی ها ترانسپورتیشن؟ اسم رشته همیه، ترانسپورتیشن انجینیرینگ. جان؟ ترانسپورتیشن فکر کنم تو ایران به عنوان رشته حمل و نقل شناخته میشه. یعنی شما چی کار میکنی؟ یعنی چه کاری میکنی صبح تا شب؟ من توی شرکت مشاوره مهندسی عمران کار میکنم و بیشتر روی پروژه های ترافیک کار میکنم، مطالعات ترافیک انجام میدم و دیزاین رود. نه اونا رو متوجه شدم. به من بفرمایید چند تا خواهر برادر دارید و چندمی هستی؟ من بچه وسط هستم از سه تا بچه، یه خواهر یک سالونی بزرگتر و یه برادر سه سالونی کوچکتر از خودم دارم. خب همسرتون ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟ بله ایرانی هست. اوکی، شما از کجا داری تلفن میکنید عزیز؟ من از آمریکا. چه مدتی از آمریکا هستی؟ تقریبا 9 سال. ولی همسرم 7 سال. 7 سال. اون وقت فرزندشون با ایشون هستن یا در ایرانه؟ فرزندشون با ایشون هستن. البته الان ما تو دو ایالت زندگی میکنیم، یه جا نیستیم و در یک زنگ زدم همین مسئله هستش که با دختر ایشون دارم. شما من بگید که شما قبلا اینجا بودید، ایشون به خاطر شما و با ازدواج با شما آمدن اینجا یا خودشون آمدن؟ نه نه، همراه دخترشون که با ویزای دانشجویی، یعنی در واقع دانش آموزی آمده بود اینجا، همراه دخترشون آمدن با ویزای توریستی، ولی بعد از چند ماه که اینجا بودن ویزاشون رو تبدیل کردن به ویزای دانشجویی و اینجا موندن. بسیار خوب. شما چه مدتی همدیگر میشناختید که تصمیم به ازدواج گرفتید؟ یک سال، تقریبا یک سال و یک ماه شدید در این حدود. اون وقت در یه شهر و یه ایالت بودید یا متفاوت؟ نه یک جا بودیم. البته آقای دکتر اگر که در مورد آشنایی بخواید بپرسید، تقریبا در زمان ازدواج حداقل من میدونستم که این کار درست نیست. نه آخه میخوام شما پس چطور شده از هم فاصله گرفتی در اون؟ ما سه سال اول یک جا بودیم، ولی بعد به دلیل مشکلاتی که پیش آمد که عمده مشکلاتمون هم اصلا به خاطر مسائلی که دختر ایشون داشتن، ایشون از من دور شدن و جای ایالت دیگه کار گرفتن و اونجا موندگار شدن. بعد عمدن این کار نه عمدن این کار کردن یا چون اینجا کار پیدا نکردن رفتن جای دیگه کار؟ نه در شروعش عمدن این کار رو کردن، ولی بعد هم که میخواستن این نظرشون عوض شد که برگردن، نتونستن دیگه اینجا کار پیدا کنن. اوکی بسیار خوب. خب حالا چه خبر است؟ برای چی تلفن کردید؟ ببینید آقای دکتر، زندگی ما بدون مشکل نبوده، یعنی اگر فقط خودم و همسرم در نظر بگیرم هم ممکنه که این زندگی دوام پیدا نکنه. اما مشکلی که الان به وجود اومده این هستش که دختر همسر من سال گذشته نقل مکان کرد به جایی که پدرش هست و الان در حال حاضر داره با پدرش زندگی میکنه. ایشون البته خب مشکلات خیلی زیادی داشتن از اون زمانی که با ما زندگی میکردن، بعد جدا شدن، بعد ازدواج کردن و بعد مشکلات خیلی زیادی براشون پیش اومد. الان هم در حال میانی در واقع پروسه جدایی رو دارن طی میکنن، ولی چون همسرشون راضی نیست به جدایی، متاسفانه باید یک سال صبر کنن. حالا الان مسئله ای که هست اینه که نفهمیدم اینکه چون همسرشون راضی نیست به جدایی باید یه سال صبر کنن یعنی چی عزیز؟ طبق قانون اگر دو نفر موافق نباشن برای جدایی باید یک سال از هم جدا زندگی کنن. در کجا این قانون هست؟ مریلند. من بعید میدونم. اوکی
وکیل گرفتن براشون، اونام همینو گفتن. یعنی در مریلند اگه کسی بخواد جدا بشه اول باید یه سال جدا زندگی کنه بعد تقاضای طلاق کنه؟ بله، اگر که دو طرف راضی نباشن و توافق نکنن. البته میتونه به شکلهای دیگه هم باشه، ولی چون هیچ کدوم اون شرایط رو نداره باید یک سال صبر کنه. آخه اصلا اگر یکی میخواد طلاق بگیره یکی نمیخواد بعد وادارشو میکنن که اصلا جدا زندگی کنن. خب اینا که میخوان جدا بشن به نظر من عجیب میاد، ولی بیاد از قانون بگذاریم بریم سراغ شما. چه مسئله با دختر؟ چون مسئله دارن که دارن کجا به شما و زندگیتون مرتبطه؟ دخترشون برای مدتی با ما زندگی کردن و توی اون دوره خب مشکلات روحی روانی که ایشون داشتن رو زندگی ما یا حالا حداقل روی روحیات من خیلی اثر گذاشت. ایشون سلف کاتینگ های خیلی بدی داشتن، یعنی در حدی که مثلا گاهی اوقات در عرض مثلا یک دقیقه با سرعت 80 تا برش روی پاش میزن و یا مثلا فرض کنید حوصله‌اش سر رفته بود از یه چیزی بلند میشد میرفت یه خط میکشید توی دستشو میبرید میومد مینشست و بعد از یه زمانی این تبدیل شد به یه عادت، طوری که نرزم عادت نه اون عادت نیست، اون یه بیماری روانیست که میدونیم از این طریق چطور میتونن تغییراتی در بیوشیمی مغزشون به وجود بیان. دختری که شما اینگونه توصیف میکنین اگر چنینه کاملا بیمار سایکاتیک روانیست و احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی، اونم دارو درمانی سنگین و طولانی داره. بله، از اون زمان تحت نظر روان پزشک و روان شناس هست. بسیار خوب. و متاسفانه یه سری اختلالاتی رو و بیماری رو برای ایشون تشخیص دادن و متاسفانه یکی از مشکلات این هستش که خیلی همکاری نمی کنه و حرفی که اون زمان به من زد این بود که من به قیمت نابود کردن خودم و زندگی خودم نمیذارم که پدرم آدم نفس بکشن و اینا باید تا پایان عمرشون زجر بکشن به خاطر این زندگی که برای من درست کردن. من با حرفی که میزنید آشنا هستم، این نوع آدم ها یه چنین خشم و تنفر کوبنده ویرانگری دارن، بنابراین این حرف رو میشه زد، ولی به هر حال این چیزیست که هست. حالا این موضوع مشکلات و مسائلی به وجود آورده، حق با شماست، گرفتاری های هم ایجاد کرده. شما الان میخواید چه کار؟ این مشکلی که من الان دارم این هستش که من همسرم برنامه‌مون این بود که ما توی ماه می خونه با هم بگیریم به خاطر اینکه من اجازه گرفته بودم از محل کارم که بتونم به صورت دورکاری کارم رو انجام بدم و به خاطر اینکه دخترشون با ایشون زندگی میکنه من مایل نیستم که به خونه اونا برم و با اونا یه جا زندگی بکنم. در شروع که ما این برنامه رو گذاشتیم قرار برای این بود که دخترشون محل زندگیشون رو جدا کنن و من و همسرم با هم زندگی کنیم، ولی الان هرچی که زمان داره میگذره دارن به این نتیجه میرسن که نمیتونن دخترشون رو جدا کنن برای اینکه ممکنه که دوباره ایشون برگردن به همون مسائلی که داشتن و همون مشکلات قبلی دوباره براشون پیش بیاد و تمام زحماتی که براشون کشیدن این مدت هدر بره. و حالا سر این دوراهی که من فکر میکنم اصلا نمیتونم با دختر همسرم یه جا زندگی کنم و از طرفی جدا کردن اونم به نظر میاد که عملی نیست. اینجا من البته پیش مشاورم رفتم و وقتی که صحبت کردم به من گفتن که نکنم این کار رو و اصلا رضایت ندم به این که با دختر همسرم یه جا زندگی بکنم. حالا من راستش خیلی برام سخت این قضیه، ولی در این حال مشاور به من میگه که هیچ راهی نداره و این مشکلی که شما تا آخر عمر دارین
و اگر فکر میکنی که نمیتونی اون دختر رو بپذیری و باهاش زندگی بکنی، پس به این زندگی ادامه نده. ببینید عزیز، شما با موضوع و موردی روبرو هستید که به گونه ای که شما توصیفش میکنید یه بیماری سنگین روانی است و چون اشاره کردید زحماتی کشیده شده، گویی مثلا زحمت کشیدیم وزن رو کم کردیم، نه این بیماری ای بسا تا 20 سال دیگه هم که زحمت بکشید همچنان هفته بعدش میتونه مسائل مشکلات خودشو داشته باشه. نوع بیماری، نوع گرفتاری عمیق‌تر و سنگین‌تر از اینه که درست بشه. فقط یه مرحله فعال و غیر فعال ممکنه داشته باشه، اونم هم برمیگرده به دگرگونی‌های درونیش، هم برمیگرده به شرایط و روابط خارجیش. پس بنابراین موردی نیست که ما فکر کنیم خب خوب شد تموم شد و حالا از این به بعد اگر شرایط و روابط و موقعیت مناسب باشه اون میتونه به خوبی زندگی کنه. برخی از اوقات اصلا مهم نیست که در اطراف او چه میگذره، از درون او به هم میریزه و درست مثل من و شما که مجبوریم بخوابیم، حالا هر جا باشیم، دوست داشت باشیم نداشته باشیم، بالاخره خواب به ما تحمیل میشه. بیماری های از این قبیل هم بسیار سنگین تر از اینه که فرد روش بتونه دخالتی داشته باشه یا بهبودی دائمی به این راحتی ها و با سرعت فراهم میشه. این شماره دوم. روزی که شما با همسرتون ازدواج کردید و روزی که ایشون ازدواج کردن، ایشون حالا هر حرفی زدید، قول و قرار گشتید، میدونستید و متوجه هستم، ولی ایشون با داشتن یه چنین فرزندی یه مسئله و مشکل جدی برای تشکیل هر خانواده ای داره و مخصوصا امکان نداره کسی در این مرحله از بیماری اطرافیانش رو راحت و آسوده بگذاره و به همین جهت است که یا اونها رو بهانه میکنه برای آسیب زدن به خودش و مسائل مشکلات، یا به راحتی با اونا درگیر میشه و چون به نوعی اصلا نگاه خاصی و غیر عادی به دنیا داره میتونه زمینه رو خطرناک کنه. بنابراین این تیکه حق با شماست که اگر همسرتون نمیتونن دخترشون رو در یه جایی جدا نگه دارن، حالا به هر شکل و فرمی که هست، و شما و ایشون مجبور نباشید در یه خونه با هم زندگی کنید، بدون تردید نه برای همسرتون خوبه، نه برای شما و نه برای دختر، یعنی دیر یا زود مسائل و مشکلاتی پیدا میشه. بنابراین انتخاب ایشون هست در مرحله اول که بخوان فرزندشون رو، اونم تو این سن 24 سالگی اگر اشتباه نکنم، به هر حال از خودشون دور کنن با توجه به مشکلاتی که داره، یعنی یه جا زندگی نکنن، معناش نیست که پدر نیستن و پدری نمیکنن، اما در دو جای متفاوت، و یا اینکه اگر این کار رو کردن تازه شما هنوز باید بدونید که ترکش های مسائل و مشکلاتی که اون دختر داره در زندگیتون میتونه چند روزه باشه. بنابراین انتخابی است که هم ایشون باید بکنن. اگر ولی اصرار داشته باشن به اینکه نه، یا فکر کنن درست و صلاح در اینه که دخترشون با خودشون بمونن یا هر خانواده ای که دارن دخترشون هم جزوش باشه، من بعید میدونم با اطلاعاتی که شما به من دارید و شرایطی که شما دارید و ازدواجی که کردید کسی بتونه یه چنین رابطه ای رو توضیح بده، توجیه کنه و تحمل کنه. بنابراین برمیگرده به تصمیم هر دوی شما، یکی اینکه ایشون تا چند اندازه خودش رو یا مجبور میدونه یا فکر میکنه باید با دخترش زندگی کنه، و دوم اگر ایشون فکر میکنه که باید با دخترش زندگی کنه، اینکه شما نتونید با ایشون زندگی کنید به نظر من خیلی عادی و معمولیه. یعنی ای بس و از 10 تا همسر با توجه به شرایط و وضعیتی شبیه و مانند شما، تا یکیشون هم ممکن نیست به راحتی بتونه کنار یه چنین دختری و در یه چنین محیطی اسمشو زندگی زناشویی خانواده بگذاره و اون رو ادامه بده. حتی اگر فرزند هر دوی شما بود همچنان شما مسئله و مشکل میتونستید هر روزه داشته باشید، چه رسه به اینکه هم شما برای او غریبید، هم او اصلا شما رو جزی از زندگی خانواده و فامیل خودش یا پدر خودش نمیدونه. بله دقیقا، به هیچ عنوان من رو قبول نداره. البته خب با مادر خودش هم نمی ساخت و خیلی با هم مشکل داشتن، دائم درگیر بودن، ولی خب پدرش بسیار حساسه، یعنی حسادت هایی میکنه که
شاید یک کمی بیشتر از حد معمول هست، یعنی در واقع به نوعی مثلا رقابت میکنه و خب هم برای من آزاردهنده است، هم برای اون وقتی که ما در کنار هم هستیم. نه معلوم عزیز، اون که من کاملا گفتم با توصیفی که شما از بیماری ایشون میکنید مسئله حق خواهد بود. این که حالا مشکل رقابت میشه، حسادت میشه، مالی میشه، بیداری میشه، دوست پسر میشه، موسیقی بلند میشه، بهانه گیری سر غذا میشه، یعنی ببینید مهم دیگه این نیست. یعنی یه چیزی که گفتیم برای ما مشکل. بنابراین گفتم حتی اگر پدر و مادر صاحب یا دارای چنین فرزندی باشن هم در حقیقت زندگیشون کاملا آشفته و به هم ریخته است. چرسه به شما که گفتم بیش از همه ایشون برای شما و شما برای او غریبه یا غریبه و بنابراین انتخاب با شما دو نفره. اولا ایشون که تا چه اندازه میخواد کنار دخترش باشه و شما هم که چه اندازه اگر ایشون خواست که دخترش در اون خانه باشه حاضرید با ایشون زندگی کنید. بنابراین شما دو نفر است که باید تصمیم بگیرید و انتخاب کنید، ولی حالت و شرایط و موقعیت کاملا غیر عادی و غیر قابل قبول است برای 90% مردم به گونه ای که شما دارید توصیفش میکنید. بله البته فکر میکنم من جوابم گرفتم، چون من حتی اگر که بپذیرم و برم توی اون خونه فکر نمیکنم دووم بیارم، موضوع به هم میرزه و از اون طرف هم فکر میکنم اگر دخترش رو جدا بکنه اون حتما کاری میکنه که به هر حال این زندگی رو از هم میپاشونه، چون ایشون از ارتباطات نادرست، کارهای خیلی پرریسک، اعتیاد و منی هر چیزی که فکرش رو بکنید انجام میده، فقط برای اینکه تمام توجه و تمرکز روش باشه و بعد یعنی من اصلا نمیتونم اصلا تصورش رو بکنم که زمانی رو ببینم که کوتاه بیاد کنار بیاد و بگه که خب من کاری به کار شما نخواهم داشت. من با تون موافقم عزیز، بنابراین ایشون و شما هست که باید انتخاب کنید میخواید چی کار کنید، چون الان ماجرا ماجرای تصمیم و یه انتخاب، انتخاب پدر در مورد نگه داشتن دخترشون در خانه‌ای که زندگی میکنن و اگر تازه نه هنوز اگر بیرونم باشن، مهم اینه که نوع رابطه و مشکل و مسائل فرزندشون و خودشون چگونه وارد محیط خانواده زندگی میشه. بنابراین کمی کار و کوشش در این زمینه یا حتی زیاد کار و کوشش در این زمینه هیچ کس رو به هیچ جایی نمیرسونه، چون این موضوع فقط میتونه در چارچوب یا جدایی که و یا معالجه کامل دختر باشه که اون با توجه به آنچه که شما بهش اشاره کردید به این سادگی ها نخواهد. بنابراین انتخاب کنید که چه میکنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنونم آقای دکتر، خیلی لطف کردید. تمنام خدا نگهدار.